وقتی نوشتم واقعاً گریستم. عنوان داستان از نوشته های بانو نسیمه محمدی. با عرض سلام و ادب خدمت تک تک شما خوبانه که شنونده چینل افغانستان ژورنال هستین، به خصوص علاقمندان داستان شب. استدعا دارم که طاعات و عبادات تک تک شما در این ماه متبرک به درگاه حق قبول شود و امید میبرم که این ویروس مهلک هم از سراسر جهان برچیده شود. به این امید قبل از آغاز داستان تمنا دارم که چینل افغانستان ژورنال را سابسکرایب بکنین و دکمه زنگ را هم فشار بدین. عزیزان که میخواین داستانهایی را با ما بفرستن و یا هم با ما به تماس باشن، میتونن که از طریق ایمیل آدرس afghanistanjournal@gmail.com و یا هم فیسبوک افغانستان ژورنال با ما وصل شون. و این هم داستان. بسیار خجالتی و مؤدب بود. همیشه وقتی صدایش میکردم سرش را بالا نمی گرفت و چشمانش را به زمین دوخته جواب می داد. خوش استعداد بود، لذا من چند بار سرودها و ترانه های میهنی برایش دادم تا جلو شاگردان بخواند. چون دوست برادر کوچکم بود، با من هم خیلی صمیمی شده بود و همه با هم در مسیر مکتب می گفتیم و می خندیدیم. آره، من فارغ شدم و صنف اول دانشگاه بودم که در یکی از روزها وقتی از دانشگاه آمده وارد خانه شدم، لباسم را تبدیل کرده و خواستم کمی استراحت کنم و بعداً نماز بخوانم. به سمت تلویزیون رفتم تا کنترل تلویزیون را بردارم، ولی ناگهان یک کارت دعوتنامه عروسی روی میز تلویزیون توجهم را به خود جلب کرد. راستش خوشحال شدم، زیرا دیر شده بود که به محفل عروسی نرفته بودم. با هیجان و خوشحالی کارت عروسی را باز کردم و دیدم که نوشته است: جشن عروسی فلانی با فلانی. خیلی حیران و متعجب شدم. اصلا فکر نمی کردم که محفل از او باشد. دستم را به چشمهایم مالیدم تا بفهمم که خوابم یا بیدار و آنچه را که دیدم خواب است یا واقعیت دارد. بعد از اینکه مطمئن شدم بیدارم، سراغ برادرم رفتم و جریان را از او پرسیدم و او نیز تایید کرد که بله، کارت دعوت عروسی از ایشان است. برای رسیدن روز و ساعت عروسی لحظه شماری می کردم و حتی ثانیه ها سرم دیر بود، زیرا می خواستم هرچی زودتر به محفل عروسیش بروم. روز بعد وقتی از دانشگاه رخصت شدم، به مادرم زنگ زدم که من خانه نمی آیم و به عروسی فلانی می روم. من امراه با دو برادرم به محفل عروسی ایشان که در یکی از سالن‌های نزدیک خانه ما برگزار شده بود رفتیم. وقتی وارد سالن شدم دیدم که فضا کاملا آرام است. هر کس در یک میز کنار دیگر اعضای فامیلشان نشسته و با هم قصه می کردند. از آهنگ، رقص و پایکوبی خبر نبود. اصلا باورم نشد که این محفل محفل عروسی باشد. براستی که وارخطا شده بودم و چون از فامیل ما کسی نرفته بود، ناگزیر کنار کسانی که نمی شناختم رفتم و گفتم اجازه است در میزتان بنشینم؟
یک خاله ای که کلانتر از دیگران بود، طرفم چپ چپ نگاه کرد و با اکراه گفت: بشین. در حالی که میخواستم بنشینم، خاله با خودش آرام گفت: هر چیزم از خود جای و هر نقطه مکانی داره. گفتم: چیزی گفتی مادر جان؟ گفت: چرا لباس محفلی نپوشیدی؟ که با این لباس سیاه در محفل عروسی آمده ای؟ گفتم: آها، چون از دانشگاه مستقیماً اینجا آمدم، لذا فرصت تبدیل لباس را نداشتم. سرش را به علامت تایید تکان داد، ولی کاملاً پیدا بود که او هم از فضای سرد و بیرمق محفل دلگیر است و شاید لباس مرا بهانه قرار داد و دلش را اندک سبک کرد. خب، همه خاموش و منتظر بودیم که عروس و داماد بیایند. ناگهان جمعی از دختران که به صورت گروهی لباس یک رنگ جور کرده بودند از سمت دروازه سالون داخل شده و همه حاضران محفل سرهایشان را بالا کردند و تمام چشمها به طرف آنها دوخته شدند. کمی پیشتر آمدند، دیدیم که آنها عروس و داماد را آوردند، اما نه آهنگ آهسته برو و نه شادمانی. همان قسم به آرامی عروس و داماد آمدند و در جایشان نشستند. من کمی جرأت به خرج داده و پیش رفتم. گفتم: لالا جان، عروسیت مبارک. اما گویا او صدایم را نشنید و واکنش نشان نداد. لذا دوباره برگشتم و سر جایم نشستم. بعد از نان خوردن، صد دل را یک دل کرده دوباره پیش عروس و داماد رفتم. ولی وقتی به آنها نزدیک شدم، دیدم که چشمان هر دو اشک باران است. عروس تقریبا دختر خانم 25 ساله بود و داماد دقیقا 16 سال داشت، زیرا من از سن سال داماد خبر داشتم. با عروس دست دادم و برایش آرزوی خوشبختی نمودم. اما داماد اصلا سرش را بالا نکرد و مثل همیشه به زمین چشم دوخته بود و من با صدای بلندتر گفتم: لالا جان، مبارک باشه. گفت: تشکر خواهر جان. از آنجا به برادرانم زنگ زدم و گفتم: من نان خوردم، بیرون شوید تا خانه برویم. گفتند: بیا، ما پیش سالون منتظر شما هستیم. در مسیر راه در مورد محفل عروسی گپ زدیم و بالاخره من از زبان برادرانم به اصل موضوع پی بردم که چرا محفل عروسی این گونه سرد و بیرمق و خالی از رقص و پایکوبی بوده است. اول اینکه عروس خانم نامزد برادر بزرگتر داماد بوده که در حین اجرای وظیفه در اردوی ملی شهید شده بود. بزرگان و ریش‌سفیدان بدون نظرخواهی از دختر و پسر فیصله کرده بودند که چون آن دختر ناموس ما حساب می شود، باید با برادر کوچکتر نامزد شهیدش ازدواج کند. دوم، داماد هنوز مکتب را تمام نکرده بود. در حقیقت او نه قصد ازدواج را داشت و نه در سن و سالی رسیده بود که ازدواج کند، ولی ازدواج و عروسی از جانب بزرگان فامیل بالایش تحمیل شده بود. سوم، سکوت و بیرمقی محفل عروسی به این خاطر بود که این عروسی دقیقاً در اولین سالگرد شهادت برادر داماد و نامزد سابق عروس برگزار گردیده بود. پایان داستان.